جمهوری آذربایجان از بازداشت 20 نفر به زن همکاری با دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی خبر داده و برای گفتگو بیشتر در این ارتباط هم همراه میشیم با میثم بادامچی، پژوهشگر فلسفه سیاسی که از هلند با ما همراه شدن. آقای بادامچی، خیلی خوش اومدین. این چندمین بار طی هفته‌های اخیر هست که جمهوری آذربایجان از بازداشت گروه‌های تحت امر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در این کشور خبر داده. حضور این گروه‌ها در آذربایجان فکر می‌کنید با چه هدفی است؟ ببینید، با سلام خدمت شما و بینندگان، یک تنشی که بین جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی وجود داره، در این تنش هر کدام از دو طرف از سعی میکنن دو نقطه ضعف طرف مقابل دست بزنن و از گروه های حمایت کنن که مشکل ایجاد کنه. عملا حالا به رغم اینکه البته در ظاهر الان مسالمت ایجاد شده، وزرای امور خارجه دو کشور صحبت کردن اخیرا و الی آخر. ببینید، ایران به هر صورت یک سیاستی داره که از گروه های تندروی شیعی در کل کشورهای مسلمان و غیر مسلمان حمایت میکنه. جمهوری آذربایجان کشور سکولار، قانون اساسی این کشور علیف و خاندان علیف حکومت سکولار هستند. ولی از طرف دیگه در آذربایجان مانند ایران، از یه جهت دیگه ای به هر صورت این احزاب مخالف اندازه‌ای که اونجور که باید و شاید اجازه شرکت عادلانه در انتخابات رو ندارن. یعنی به هر صورت توی مقیاس هایی که مثلا فریدم هاوس آمریکا چندی وقت مثلا این امتیاز میده بعد بحث آزادی، آذربایجان از کشورهایی نیست که از بالاترین امتیازها رو بگیره. وقتی اپوزیسیون خوب وجود نداره، جمهوری اسلامی اینو پیدا کرده، این نقطه ضعف، و از گروه های حزب اللهی و تندرو که وابستگی به ایران دارن، برخیاشون در ایران تدریس کرد، یعنی درس خوندن در قم، و برخیاشون رفتن مثلا افرادی هستن که تو جنگ سوریه نزدیک مثلا قاسم سلیمانی بودن، اینها داره حمایت میکنه، که البته اینا خب اپوزیسیون اصلا مشروع نیستن، ولی این خلا در اونجا وجود داره. از طرف دیگه در طرف ایران، جمهوری اسلامی و همینطور حکومت پهلوی قبلتر، ببینید، ناسیونالیسم ایرانی یک گرایشات از نوع تندرویش، گرایشات ضد ترک درش هست، یعنی ضد هویت ترکی آذربایجانی درش هست. در ایران کسایی هستند در خود جمهوری اسلامی هم نفوذ کردن، اینا ضد آموزش زبان ترکی هستند، آموزش به زبان ترکی هستند و تحقیر میکنن هویت ترکی رو. خب اینها رو، هویت آذربایجانی رو، یعنی ترکی آذربایجانی رو، برغم اینکه این خب یه بخشی بیشتر از 20 میلیون در ایران ما ترک داریم، و خب جمهوری آذربایجان هم بنا به اختصاص بعضی وقتا از این هویت ملی گرایی ترکی در ایران از به طرق مختلف ممکنه حمایت کنه، مثلا اینکه با انعکاس اخبار اونها در همین خبرگزاری آپا که گفتن تو این خبر رو کار کرده، خب شما میبینید مثلا خب اخبار مربوط به هویت طلبی در آذربایجان ایران هم کار میشه، و این رقابت بین دو طرف وجود داره. ولی از طرف دیگه مسئله اسرائیل هست. خب اسرائیل توی جنگ قره‌باغ خیلی به آذربایجان کمک کرد و برای آذربایجان خیلی مهم بود بازپس گرفتن خاک قره‌باغ، چون که خاکی بود که 20 سال اشغال شده بود توسط ارمنستان. اونجا از نظامی اسرائیل در کنار ترکیه خیلی کمک کرد. ولی در این حال هممون میدونیم که اسرائیل دشمن ایران جمهوری اسلامی و به خاطر این خب جمهوری اسلامی هم پشت نمیاد. خب آقای بادامچی، همزمان با ادامه این تنش ها بین ایران و جمهوری آذربایجان، وزیر خارجه اسرائیل هم به باکو سفر کرده. فکر می‌کنید سفر در چنین شرایطی با چه هدفی هست؟ و اینکه این تنش ها بین ایران و جمهوری آذربایجان به چه سمتی میره و چقدر روابط بین دو کشور رو بیش از گذشته پرتنش میکنه؟ ببینید، اسرائیل و جمهوری اسلامی سر نفوذ روی جمهوری آذربایجان با هم اختلاف دارن، یعنی با هم رقابت دارن، و اختلاف که بگیم با هم رقابت دارن، یعنی اسرائیل به هر صورت متوجه شده از جهات دیگری که اسرائیل دوست داره تو همسایگی ایران باشه، و از طرف دیگه ایران هم گفتم خب به خاطر اون بحث تشیع و اون خلایی که وجود داره از نظر هویتی، ممکنه مثلا تو جمهوری آذربایجان بعضیا فکر میکنن بهش بها داده نشده، اونجا سعی میکنه نفوذ کنه، و این نفوذ ادامه خواهد داشت. من این حضور رو هم در این راستا میبینم، و گفتم با اسرائیل فهمیده که مسئله آذربایجان، مسئله قره‌باغ هم هست توی مسئله برن. خب اسرائیل با ارمنستان هم رابطه داره،
اسرائیل تو جنگ قره‌باغ اومد صریح از آذربایجان حمایت کرد، ولی جمهوری اسلامی به جز حمایت‌های لفظی که حمایت امامان جمعه اینا کردن، کسانی هستن تو ایران تو لابی جمهوری توی نهادهای شاتت امنیتی هم نفوذ کردن که میشه گفت اینا لابی ارمنستانن، یعنی اینا طرفدار این بودن که ایران در برابر و حتی الان هستن که ایران در برابر آذربایجان استان سیونی که ارمنستان حتی لشکری کشی کنه و اونجا در مقابل آذربایجان بیسته، ولی اسرائیل این کار نمی‌کنه. تو این مناقشه طرف آذربایجان ایستاده.